یک هفته پس از قیام 13 آبان و برهم زدن بساط دجالگرانی رژیم در این روز، شعله های قیام در خیزش ها و اعتراضات مردم و جوانان و خانواده های شهیدان و دستگیر شدگان بیش از پیش زبانه می کشد. مردم و جوانان غیور میهنمان نشان دادند که برای تداوم قیام و خیزش عزم جزم دارند و در هر فرصتی با شعارهای مرگ بر دیکتاتور برای برپایی تظاهرات ضد حکومتی به پا می خیزند. دانشگاه علم و صنعت تهران. روز سه‌شنبه 19 آبان دانشجویان با شعار مرگ بر دیکتاتور در اعتراض به دستگیری دانشجویان و سایر اقدامات سرکوبگرانی رژیم دست به اعتصاب قضا زدند. دانشجویان همچنین شعار می‌دادند نصر من الله و فتح قریب، مرگ بر این دولت مردم فریب و ایران شده بازداشتگاه، اوین شده دانشگاه. دانشگاه خواجه نصیر. دانشجویان دانشگاه خواجه نصیر طوسی در تهران 4 روز متوالی با شعار مرگ بر دیکتاتور تظاهرات و اعتصاب قضا کردند و خواستار آزادی 2 دانشجوی این دانشگاه شدند. دانشجویان دانشکده برق این دانشگاه نیز کلاس‌هایشان را در اعتراض به ربودن این دانشجویان تعطیل کردند. دانشگاه تهران. دانشجویان روز شنبه 16 آبان به بسته بودن درب اصلی دانشگاه اعتراض کردند و با ماموران حراست درگیر شدند. دانشگاه صنعتی شریف. دانشجویان خوابگاه های دانشگاه صنعتی شریف در تظاهرات شبانه خود از سرکوب رژیم آخوندی فریاد های الله اکبر سر دادند. دانشگاه رشت. دانشجویان روز یکشنبه 17 آبان در اعتراض به حضور پاسدار سفار حقی، وزیر سابق کابینه پاسدار احمدی نژاد، با شعار مرگ بر دیکتاتور و دیکتاتور بیچاره نهضت ادامه داره تظاهرات کردند و با پرتاب لنگ کفش و بطری مانع سخنرانی وی شدند. دانشکده ادبیات و علوم انسانی دانشگاه کردستان. دانشجویان این دانشگاه در اعتراض به سرکوب رژیم تظاهرات کردند و شعار مرگ بر دیکتاتور و مرگ بر استبداد سر دادند. دانشگاه شیراز. دانشجویان روز یکشنبه 17 آبان در اعتراض به حمله وحشیانه شبه نظامیان بسیجی به این دانشگاه در روز 13 آبان تحصن کردند و شعار مرگ بر خامنه ای سر دادند. دانشگاه هرمزگان. دانشجویان دانشگاه هرمزگان در اعتراض به وضعیت وخیم بهداشتی که منجر به شیوع بیماری و فوت یک دانشجو شده است، در مقابل دانشکده های علوم انسانی، علوم پایه و ساختمان اداری تحصن کردند. دانشگاه سیستان و بلوچستان. دانشجویان دلیر دانشگاه سیستان و بلوچستان با فریاد مرگ بر دیکتاتور، نمایش کارگزاران رژیم در این دانشگاه را به یک تظاهرات اعتراضی علیه دیکتاتوری آخوندی تبدیل کرد. مادران شهدای قیام سراسری و زندانیان سیاسی
روز شنبه 16 آبان در پارک لالی تهران دست به تظاهرات ضد حکومتی زدند. روز یکشنبه 17 آبان خانواده های دستگیر شدگان قیام سراسری به خصوص دستگیر شدگان روز 13 آبان در مقابل دادسرای رژیم در تهران تجمع اعتراضی برگزار کردند و خواهان روشن شدن وضعیت عزیزان خود شدند. روز دوشنبه خانواده های بازداشت شدگان خیزش 13 آبان در سالن ملاقات زندان اوین تجمع کردند و خواستار آزادی فرزندان خود شدند. خانواده های شهدای قیام سراسری از جمله خانواده های ندا آقا سلطان، سهراب عربی، اشکان سهرابی و سعید عباسی روز پنجشنبه 21 آبان بر سر مزار عزیزان خود در بهشت زهرا تجمع کردند. مردم به دیدار خانواده ها می رفتند و با خواندن فاتحه و صلوات این پیام را می دادند که عزیزانشان در راه حق به شهادت رسیدند و مردم آنها را فراموش نخواهند کرد. اعتراضات کارگران و زحمتکشان. کارگران کارخانه صنایع مخابراتی راه دور در شیراز برای چندمین بار در اعتراض به عدم پرداخت 8 ماه حقوق عقب افتادی خود تجمع اعتراضی برگزار کردند. کارگران کارخانه آلومینیوم سازی عراق در اعتراض به پرداخت نشدن 3 ماه از حقوق خود دست از کار کشیدند و در محل کارخانه تجمع اعتراضی برگزار کردند. در زنجان رانندگان شرکت اتوبوسرانی در اعتراض به حکم اخراج که تحت عنوان تعدیل نیرو صورت می‌گیرد در مقابل استانداری رژیم تحصن کردند. مرگ بر خامنه‌ای و مرگ بر دیکتاتور، درفش آزادی خواهی مردم ایران است که این روزها در فوران خشم و عزمی که سرنگونی رژیم آخوندی را اراده کرده در کوچه و خیابانها نصب می شود. شعاری که از دل خیزش و قیام تا رسیدن به خواست مردم ایران هر روز بیش از روز قبل در گوش جهانیان تنین انداز است.